سوره کهف جزء 16 آیه 84 تا 97. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. يقينا ما به او در زمین قدرت و حکومت دادیم و اسباب هر چیز را در اختیارش گذاشتیم. فأتبع سببا. پس او از این اسباب پیروی و استفاده کرد. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. تا آنکه به غروبگاه آفتاب رسید، چون این به نظرش رسید که خورشید در چشمه‌ای گلالود و سیاه غروب می کند و در آنجا مردمی را یافت، گفتیم ای ذوالقرنین، یا آنان را مجازات می کنی و یا روش خوبی درباره آنها انتخاب می نمایی. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ذوالقرنین گفت اما کسی که ستم کرده است مجازات خواهیم کرد، سپس به سوی پروردگارش باز گردانده می شود، آنگاه او را مجازات سختی خواهد کرد. و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنى و سنقول له من امرنا یسرا. و اما کسی که ایمان آورد و کار شایسته انجام داد، پس در آخرت پاداشی نیکو دارد و ما دستور آسانی به او خواهیم داد. ثم اتبع سببا. سپس از اسبابی که در اختیارش بود استفاده کرد. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. تا آنکه به جایگاه برآمدن آفتاب رسید، در آنجا دید که آفتاب بر مردمانی طلوع می کند که در برابر تابش آفتاب برایشان پوششی قرار نداده بودیم. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. این چنین بود کار ذوالقرنین و به راستی ما از آنچه در اختیار داشت و انجام می داد کاملا آگاه بودیم. ثم اتبع سببا. سپس از وسایل و اسباب استفاده کرد. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا. و به سفر ادامه داد تا به میان دو کوه رسید و در کنار آن دو کوه مردمی را یافت که هیچ سخنی را نمی فهمیدند. قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا و بینهم سدا. آنان به او گفتند ای ذوالقرنین، یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد می کنند، پس آیا هزینه ای برای تو قرار دهیم که میان ما و آنها سدی بسازی؟ قال ما مکننی فیه رب
ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ذوالقرنین گفت آنچه پروردگارم در اختیار من قرار داده بهتر است، پس مرا با نیرو یاری کنید تا میان شما و آنها سد محکمی بسازم. آتونی زبر الحدید حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال آتوني افرغ عليه قطرا. قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید و روی هم بچینید تا وقتی که کاملا میان دو کوه برابر کرد و پوشانید گفت در اطراف آن آتش بیفروزید و در آن بدمید. آنها دمیدند تا وقتی قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد گفت اکنون مس ذوب شده برایم بیاورید تا بر روی آن بریزم. فما استطاعوا ان یظهروه و ما استطاعوا له نقبا. سرانجام سد محکمی ساخت پس آنها اصلا نتوانستند از آن بالا روند و نتوانستند سوراخ و نقبی در آن ایجاد کنند.